جان به تن و روان به پیکر داریم، تا جان به تن و روان به پیکر داریم، تا این همه بابک دلاور داریم، با معتبر زمانه گویید که ما هاشا که دل از مهر وطن برداریم. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به روان پاک جانباختگان راه آزادی ایران، برنامه بشنویم بیاندیشیم بدانیم رو از تلویزیون پارس می آغازم. دو بیتی که در آغاز برنامه شنیدید از دوست ارجمندم مهدی زکایی نوشاست که البته منظورش از بابک این جوانان بسیار دلاوره که واقعا هر کدومشون یک بابک خرمدین هستن و خواستش هم از معتصم زمانه سدلی خامنه ایست. تا جان به تن و روان به پیکر داریم، تا این همه بابک دلاور داریم، با معتصم زمانه گویید که ما هاشا که دل از مهر وطن برداریم. سنندج هنوز در برابر ملاها ایستاده و هر چندگاه یک بار ضرب شستی به اینها نشون میده. از جمله حسین گرروسی نماینده مجلس شورای به اصطلاح اسلامی ساعت 3 پس از نیمروز دیروز اعلام کرد که پسر من رو 3 نفر موتور سوار در بهش حمله کردند و با زدن ضربه های چاقو به سر فرزندم گریختند. البته من اشتباه کردم، این در شهر قدس انجام شده. سنندج مسئله دیگری است که بعد زمان برسه به درباره سخن خواهم گفت. شهر قدس هم پیرامون همین ملارد و کرج و شهریار اینجا هاست و زدن و طرف البته نمرده، ولی خب مثل که در شاهراه مرگه. پسر نماینده مجلس آقای حسین گرروسی در عکس هایی که در روز به اصطلاح قدس از راهپیمایان و نوجوانان و دوشیزگان و زنان مردان ایرانی گرفته شد در برابر رژیم به پا خواسته بودند، نکته‌ای نظر من رو به خودش کشید و اون حضور مادر سهراب یکی از جانبازان در پیشاپیش صف بود. این شیرزن با این ضربه به راستی کشنده‌ای که بر پیکر روان او وارد اومد و فرزندش رو ازش گرفتن و کشته شد، باز شما میزان نفرت رو ببینید. چقدر مردم بیزارن از این حکومت که این مادری که نوجوانش رو از دست داده و اصلا هر مادر دیگه بود توان راه رفتن نداشت، پیشا پیش صف را افتاد و فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی میزد. برخی از همیهنان من زنگ زدن که شما در مورد روز دهم مهر، روز جشن مهرگان سخنانی بگید. پیش از هر چیز باید بگم که به نظر من روز دهم مهر روز جشن مهرگان نیست، روز شانزدهم مهره. انگیزه این که دهم مهر رو گرفتن این است که بعد از اینکه آمدن سالها ماه‌ها رو تقسیم کردن بر اساس گردش خورشید، 6 ماه اول رو 31 روز کردن و من نمیدونم بر چه پایه‌ای آمدن 6 روزم جشن مهرگان رو عقب کشیدن، چون اون 30 روز رو 36 روز کرده بودن، یعنی 6 ماه 30 روزه رو 6 روز بهش افسوده بودن که در نتیجه از سال کم میشد، آوردن از 16 به 10. در این زمینه من در روز 16 مهر بیگمان سخن خواهم گفت و از بایسته های منه. یکی از بهترین و کهن‌ترین جشن های ایرانیه
و برخی از پژوهشگران بر این باورن که مهرگان کهن‌تر از نوروزه. دلیلشون هم اینه که البته من زیاد در این زمینه در اینجا الان سخن نمیگم، بعد سخن خواهم گفت، که مهرگان از زایش مهر و میترا و میترایی ساخته شده، دید اومده که پیرامون 5000 سال کهنگی داره، در حالی که نوروز وابسته به کیش زرتشته و دیرینگیش 3600-700 ساله. البته در این زمینه سخن بسیاره. اولا نوروز هرگز وابسته به زرتشتیان نیست، نوروز کهن‌تر از حتی کیش زرتشته، ولی خب البته زرتشت و کیش او در زمینه نوروز کوشش‌های بیشتری کردن و اون رو زنده نگه داشتن و البته برخی از رفتارهای زرتشتی هم در نوروز جای گرفت، ولی زرتشت پدید آورنده این نوروز نبوده. که این در این زمینه روز پنجشنبه، گمان میکنم که پنجشنبه 16 مهر باشه، در این زمینه من سخن خواهم گفت. ملت ایران از دیدگاه روانشناسی به دلیل اینکه سالهای فراوانی زور، قلدری، چکمه، نعلین و مانند اینها و شمشیر بر فرق و بر سر اینها بوده و اگر سخن می گفتند آنها رو می کشتند، با هوش سرشاری که داشتند این مردم در قالب طنز و در قالب شوخی سخنان خودشون رو می گفتند و در حقیقت مثل این بود که داروی تلخی رو با یک رویه شکلات و کاکائوی شیرین به خورد دیکتاتور میدادن، که البته مسلما اون دیکتاتور با اینکه میفهمید خواسته اینها چیه، ولی نمیتونست اون زورگویی و اون بیرحمی و بیدادگری خودش رو همونطور که در برابر یک مسئله جدی واکنش نشان میداد، در مورد مسئله طنز هم واکنش نشان بده. پریروز در یکی از نشریات پارسی زبان داستان جالبی رو دیدم که البته فقط برای میزان طنزگویی و طنازی و لطیفه‌گویی ملت ایران رو شما درک کنید. در ادب فارسی طنز به چیزی میگن که ضمن اینکه مسئله ای رو به خاطر شوخی و با خنده و برای گشودن تبسمی بر لب شنونده میگن، ولی در درون اون یک طنز گزنده‌ای وجود داره. داستان چنین بود که نوشته بود مردی از جهان میرود، در آن جهان وقتی به کارهای نیک و بد او میرسند، میبینند که کارهای نیکش بسیار بیشتر از کارهای بدش، بنابراین پروردگار دستور میده که اون مرد رو به بهشت بفرست. هنگامی که میره وارد بهشت بشه، میبینه پیرمرد سپیدمویی در کنار دروازه بهشت بر روی یک صندلی سکوی چیزی نشسته. فرشته‌ای که داشته این رو از گورستان میبرده به طرف بهشت با این بوده، این آدم نیکوکار از اون فرشته پرسشی میکنه، میگه این آقایی که سپیدمویی که اینجا کنار دروازه بهشت نشسته به نظر من آشناس، شبیه رضا شاهه. فرشته میگه این خود رضا شاهه. این مرد میره نزدیک و خب درودی میگه و میپرسه که آیا شما رضا شاهید؟ میگه بله. میگه بهشتی شدید؟ میگه بله، من تا 25 سال پیش در جهنم، در دوزخ بودم. از بس مردم ایران در این مدت 25-6 سال، البته 30 سال انقلاب بوده ولی 4-5 سال اولش هنوز مردم زخمش رو تیر نکشیده بود، از بس مردم گفتن خدا پدر شاه و بیامرزه، خداوند گفت این 70-80 میلیونی که دارن این دعا رو میکنن، خب اینو میبخشیمش، بفرستیمش به بهشت.
این است که رضا شاه گفت، این است که از 25 سال پیش من رو از جهنم آوردن که بیام به بهشت. اون شخص پرسید پس چرا بیرون بهشت نشستی؟ گفت برای اینکه وقتی من رفتم درون بهشت اونقدر حوری های زیبا دیدم، او انقدر حوری های لطیف بدن و خوش اندام دیدم که حد نداشت و من عاشق یکی از اونها شدم. و وقتی به او پیشنهاد کردم که بیاد از آن من بشه، گفت اینجا بهشته، اینجا قانون داره، اینجا همینطوری نمیشه، باید با هم زناشویی کنی، یعنی باید صیغه عقد رو جاری کنی. گفت ما یه مدتی نشستیم دیدیم که خب کسی نیست، اومدیم دم در بهشت نشستیم که اگر آخوندی چیزی خواست وارد شه من گریبانشو بگیرم بگم آقا بیا منو با این حوری عقد کن و صیغه عقد جاری کن. و من 25 سال دم این در نشستم، یه آخوند به طرف بهش نیاوردن و هرچی آخوند مرده بردن جهنم. این بسیار زیبا و شیوا نوشته شده، چند نکته درش هست. وقتی آدم این رو میخونه به هوش سرشار ایرانی آفرین میگه که چنین طنزهایی رو میآفرینه و اون نیش خودش رو به اون کسی که به اون گروهی که باید بزنه میزنه. از این نمونه ها زیاد ما داریم، از جمله یا در ایران بسیج آگهی کرده، یعنی اون سازمان بسیج که ثبت نام میکنه و مردم آمدن آگهی رو به دین گونه عوض کردن، نوشتن آگهی استخدام بسیجی، امروز ثبت نام کنید فردا تجاوز کنید. یعنی یه روزه بهتون یاد میدن که چجوری برید به جوانان تجاوز کنید. بعد دنباله آگهی اینه: اگر از تنهایی رنج میبرید، اگر مشکل جنسی دارید، اگر مشکل روانی دارید، اگر دلتان میخواهد لاتبازی در بیاورید و زورتان به کسی نمیرسد، اگر از نظافت بیزارید، اگر هیچ جاش به شما شغلی نمیدهند، در بسیج به مدیریت عزیز جعفری ثبت نام کنید. آموزش رزمی، موتور سواری یک ترک، موتور سواری دو ترک با زنجیر، آموزش دروس فقهی، جایگاه های تجاوز در اسلام، جایگاهی که به آدم ها میشه تجاوز کرد در بدنشون، حقوق کاملا کافی، بنابراین امروز ثبت نام کنید و فردا تجاوز. و بعد اعلامیه دیگری رو باز مردم پخش کردن و بسیار بسیار زیباست و نکته سنجانه، اعلامیه سپاه و بسیج برای روزهایی که تعیین می شود و برای کشته شدگان خودتان توجه به این آگهی ها بکنید. این رو بسیج داره می سپاه پاسداران. بوق نزنید، اینها جرمه، بوق نزنید، گریه نکنید، شعار ندهید، چند پنج شش نفر با هم سخن نگید و حرف نزنید، سر خاک عزیزان کشته شده خود گریه نکنید. حالا اینا که زندگیشون رو گریه بوده حالا میگن گریه نکنید. به بخشیدن نفت به عرب ها دخالت نکنید. درباره بخشیدن پول به حزب الله و حماس حرف نزنید. لباس سبز نپوشید. الله اکبر نگویید. دست زنتان را در خیابان نگیرید. موهایتان را بلند نکنید. آستین کوتاه نپوشید. شلوار و مانتو و دامن تنگ نپوشید. حق رأی نخواهید. دنبال رأیتان نیایید. صحبت از 18 میلیارد گم شده نکنید. حرف 1 میلیارد دلار ثروت آقا مشتبه پسر سدلی را نزنید. دنبال زندانیان خود نیایید. فقط خفه شوید تا حضرت رهبر و دیگر آخوندها هر کار که خواستن بکنند.
ببینید، صرف نظر از جنبه طنز و شوخی و همونطور که گفتم زدن نیش‌های خودشون، این نبوغ ملت ایران رو نشون میده. یعنی اگر یک بیگانه ترجمه این رو براش ببرن، به خوبی میتونه بفهمه که در ایران چه خبره. و به نظر من وقتی که ما به تاریخ نگاه میکنیم، سرشار از این طنز هاست، سرشار از این طنز هاست در برابر قلدران و خودکامگان. یعنی ملت ایران راه و درز رهایی از اینجا رو پیدا کرده. اونقدر مثل قطرات آبی که بر سنگی پیوسته میریزه، این کار رو دنبال میکنن تا سرانجام دیکتاتور رو فرو میاندازن. نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار در تاریخ گواه این مسئله بودیم که این کار رو مردم کردن، این اعجاز رو کردن. خب در اینجا من به یه نکته، چون برخی از همیهنان پرسیده بودن که آقا شما مسائل مربوط به اون بدعت‌های کیش شیعه در دین گذاشته و واقعا این چیزی که اینها آخوندها دارن میگن اصلا هیچ چیز جنبه دینی نداره بجز خرافی، دیگه سخنتون رو دنبال نکردید. برای اینکه مسائلی پیش اومد که اونها با اهمیت‌تر، بزرگتر و نگریستنی‌تر بودن و حالا که زمان تا اندازه دست داده، چشم در این زمینه با سخن خواهم گفت. یکی از این خرافات و بدعت‌ها و بهتره بگیم بت‌پرستی‌هایی که آخوندها در مغز مردم ایران کردند، این مهر نماز، این مهر که همش هم روشن نوشته تربت. حالا تربت چیه؟ تربت در زبان تازی به خاک گور گفته میشه. خاک جاهای دیگر رو تربت نمیگن. مثلا خاک بیابان اگه یکی برداره جایی ببره، این خاک، اسمش تربت نیست. خاک گور رو در زبان تازی میگن تربت. بر این پایه میبینید که روی این مهرهای نماز که دکانی است، همیشه هم مشتری داره، چون به هر حال این مهرا میشکنه، خراب میشه، نمیدونم کسی پیشه، هر چی میشه میرن باز مهر میخرن. این روش نوشته مال کربلا، مال نجف و مال مشهد. چرا؟ گفتن باید خاک امامان باشه. حالا چرا؟ ما وقتی میریم مسائل دینی کل جهان رو، بارها گفتم از 1,350,000,000 نفر مسلمان دنیا، فقط در حدود 200,000,000 شیعن، بقیه شیعه نیستن، بقیه مهر نمیذارن. چرا؟ چون اونطوری که سنت هست میگن در موقعی که سجود میرن، هفت بخش از پیکر آدمی باید روی زمین باشه، نه روی خاک، روی زمین باشه. پیشانی، دو کف دست، زانو و دو سر شست پای انسان. اگر بنا بود بگن، یعنی این برآورد بود که زمین نه خاک باشه، چرا فقط آخونده پیشونی رو گذاشتن روی تربت، روی مهر؟ و بعد برای کف دست و پاها هم همینطوری خاک میذاشتن. بنابراین این یکی از مسخره ترین و خرافی ترین کارهاییست که اینها دارن میکنن. یه آدمی شیعه است و پیرو این آخوندهاست، نمازش داره بمیره. ببینید، من باز نه دفاع از دین اسلام میکنم، نه حمله میکنم، من دارم با زبان خود اینها با اینها سخن میگم، با زبان خود اینها به اینها میگم شماها مسلمان نیستید، بی خود میگید ما مسلمان، دروغ میگید، دکانتونه. حالا
اومدن گفتن که از تربت حسین، یعنی تربت حسین یعنی خاک گور حسین، از تربت علی یعنی خاک گور علی در نجف، از تربت رضا یعنی خاک گور امام رضا در مشهد، از اونها باید مهر ساختش. حالا کارخونه ها درست شده، از هر جا گیر بیارن، از اینا میپرسم شما که اینی میگید، آیا کسی میتونه بره از سر گور امام حسین خاک برداره؟ از سر گور علی خاک برداره؟ تا 10 کیلومتر اونورترش هم شما نمیتونید این کارو بکنید. بنابراین همیهن ارجمند، تو که بوتت به این صورت تو جیب بغلت میذاری، تو جیب جلیت خط میذاری، سر تاخچه میذاری، تا اون نباشه نمازو نمیخونی. تو بدون اینی که تو کلت روش میذاری نه تنها مال کربلا نیست، اگر مال کربلا باشه اون طرف های رود فرات و علقمه و اینا، همون جایی که عرب ها میشینن و غذا میخورن و همه کار دیگه شون هم میکنن، یا از اونجا آوردن یا دروغ میگن. و تو معلوم نیست روی این بت چرا سجده میکنی. هم میهن ایرانی، ما به شیعیان کارهای جای دیگه کار نداریم، هر کس بر خودشون میدونه. تو بدون این کار بت پرستیه. هیچ فرقی با این که در 7000 سال پیش آدم‌های نخستین بت گلی رو می‌پرستیدن هیچ فرقی نداره. همون کار رو تو داری الان می‌کنی، سجده می‌کنی به یه تیک خاک، به این اعتبار که این خاک خاک مثلا آرامشگاه حسین یا علی یا رضاست. به فرض اینکه باشه، این بت پرستیه که نیست. حالا دکونای باز شده، این خاکا رو میارن قالب میزنن و به این ساده اندیشان هم قالب میکنن. حالا یکی از دوستان نمیدونم درست میگفت یا شوخی میکرد یا جدی بود، میگفت مهرای اومده مید این چاینا روش نوشته شده دیگه. این دیگه اگه واقعا باشه جالبه که از چین اومده و این مهرها رو ازش ساختن. یک توضیح درباره برنامه‌های خودم بدم، چند وقته که نشده، بعضی از دوستان میپرسن، تلفن میکنن. در گذرگاه تاریخ برنامه زنده روزهای پنجشنبه ساعت 8 تا 9 بامداده، پنجشنبه 8 تا 9 بامداد برنامه زنده در گذرگاه تاریخه. بازپخش اون روزهای آدینه 4 تا 5 پس از نیمروزه، مثل دیروز. برنامه بشنویم بیاندیشیم بدانیم به صورت زنده، یعنی روز همین هم اکنون که شنبه است. اگه الان شنبه شما دارید این برنامه رو گوش میدید، این برنامه زنده است. ولی اگر دوشنبه ساعت 6 تا 7 بامداد دارید گوش میدید، اون برنامه بازپخشه. اینو برای توضیح بیشتری براتون گفتم. نکته دیگری که مسخره است و آخوندها بهش چسبیدن و ول نمی کنن، دروغ گفتن و یاوه گفتن و افزونگویی در مورد امام هاست. بازم دارم میگم، فقط 200 میلیون نفر از 1,350,000,000 نفر دنبال امامت هن، چون شیعن. اینها نکته جالبی رو به ما میگه و اون جدا کردن اینها سهم خودشونه. بازم یادم افتاد که این رو بگم، در آغاز در موقعی که تازیان به ایران تاختن، ایرانی های با فرهنگ، ایرانی های با تاریخ، ایرانی های متفکر و اندیشمند نمیتونستند بپذیرند که باورها سخنهای یک مش عرب شترچران رو قبول کنند. به همین دلیل آمدن دین
اسلام رو دگرگون کردند و شاخه ازش رویاندن به نام شیعه. شیعه یعنی پیرو. گفتن ما پیرو علی هستی و سنی‌ها بهشون گفتن رافضی، یعنی روی از دین برگردانده. حالا تا اینجاش یک جنبش ملی، یک جنبش سیاسی، یک جنبش مذهبی بود، یک جنبش فرهنگی بود. ایرانی حسابش خواست سوا کنه از این کار، خواست لطیف کنه این کیش خشنی که از بیابانهای عربستان آمده بود. و البته حتما هر کیشی در هر جا که باشه از سرشت همون مردم بهره میگیره و دستورهاشو میده، و ایرانی ها این کار رو نمیخواستن بکنن، به همین انگیزه جدا شدن. اما رفته رفته از زمان آغاز صفویان به این سوی دیگه ریختن هرچه یاوه و دروغ و پرت و پلا بود به درون این باور، در نتیجه حالا شده شیعه یک کیش دریوزگی، یک کیش مفتخوری برای آخوند و یک کیش سرکوبگر برای مخالفانش. از جمله چیزهایی که برای امام میگن، میگن که امام کسی است که به وسیله وصیت پدرش امام شده باشه. بنابراین اگر یک امامی میمیره و 5 تا بچه داره، هر کدومی که بگه که این جانشین منه و امامه، اون باید امام باشه. پرسش اول اینه، آقا علی وصیت کرد حسن بیاد امام شه، قبول. پدر امام حسین که علی بود مرده بود، امام حسین کی وصیت کرد امام سوم شه؟ حسن؟ یا علی در همون موقع گفتش که اول حسن باشه بعد حسین؟ از کجا میدونست که کدوم زندن کدوم مرده، کدوم قبل کدوم بعد؟ و بعد هم امام حسین که دیگه خودش کشید کنار، از بهترین متفکرترین اینا اون بود، رفت کنار، گفت آقا به من چی، من زندگی رو بکنم زن بگیرم. بعد دیگر از نشانه های امام اینه که هر چی از او بپرسند پاسخشو میدونه. و بعد اضافه میکنن که اگر هم نپرسند، اون امام از مافی الضمیر این آدم میدونه اون چی میخواسته بپرس. اگر این درسته، چطور علی نفهمید که ابن ملجم اومده اونو بکشه؟ و موقعی که رسید اون عبا رو سرش کشته بود، خوابیده بود، زد با پا بهش گفت پلنش و نماز تو بخون. خودشون میگن، خدا آخونده میگن، چطور اون مافی الضمیرش خبردار نبود؟ بعد میبخشید نوشته پاک و ختنه کرده به دنیا بیاد. من نمیدونم چه امتیازیه که حتما باید اینطور باشه. بعد به هنگام تولد نشانه امام، اول میگه که باید پدرش این رو جانشین معین کنه، بعد میگه به هنگام تولد دستاشو میذاره زمین و شهادتین خودش رو میگه، میگه اشهد ان امیر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. آقا جون تو که میگی بعد باید اینه به امامت برسونه، این چطور از اولش بلده این کارو میکنه؟ دهان دره نمیکنه. حالا اینا چه گناهیه؟ من نمیدونم یکی دهان دره میکنه گناه نیست که. و قد هم نمیکشه. من نفهمیدم قد نمیکشه یعنی چی؟ یعنی همون قد بچگیش میمونه؟ باید قد بکشه؟ یا همون یهو دراز به دنیا میاد، یهو 20 ساله به دنیا میاد؟ از پشت سر میبینه. خوب دقت کنید، امام از پشت سر میبینه. اینا زمانی که این پرت و پلاها رو میگفتن، یه به اندازه یک کودک کلاس 6 ابتدایی شعور داشتن که بدونن دستگاه بینایی آدم یک دستگاه فیزیکیه که باید ذره بین داشته باشه، زجاجیه باشه، اون آب زلال داشته باشه، دیافراگم بسته و باز بشه، عصب تصویر رو بده به
نقطه بینایی و اون برسونه به مغز و مغز این رو تبدیل کنه به تصویر. همه این امام پس کلش هم داره، پاپا دو تا چش هم پس کلش داشته باشه ها نداشته. میبخشی بوی مدفوعش بوی انبر و مشک بدهد و زمین موظف است که فوراً آن را ببلعد. بعد دلیل میارن میگن چون شیطان نمیتونه بره در درون امام، بنابراین این مدفوعش بوی انبر میده، ولی چون بقیه شیطان میرن تو حلقشون، همه ما تو حلقمون رفته، بنابراین نمیتونیم اون امتیاز رو داشته باشیم. تا آخر عمر صدای فرشتگان رو میشنوه و با اونها سخن میگه. بنابراین لابد در اون زمان همیدن امام با خودش حرف میزنه دیگه، لابد داشته با اونها حرف میزنه. دانشمندترین مردم هستن، امام دانشمندترین مردم. خیلی خوب، پس میخواد ببینیم این امام زین العابدین، امام چهارم که نوشتن در تمام مدت عمر بیمار بوده و حتی میرفته پیش حکیم، آخه اگه خودش همه چی رو میدونسته، دانشمندترین بوده، چرا خودشو درمان نکرد؟ چرا نیاز پیدا کرد به پزشک؟ یا امام جعفر صادق اول اسماعیل رو به امامت برگزید، حالا اسماعیل زودتر از خودش درگذشت، چرا نمیدونست؟ مگه دانشمندترین مردم نیست؟ مگه عالم به سر و الخفیات نیست؟ چرا اول اسماعیل انتخاب کرد؟ بعد که اسماعیل زودتر مرد، اون وقت رفت موسی رو انتخاب کرد که همون موسای کاظمه، لقبش کاظمه، و همون باعث شد که یه دو گفتن نه امام که نباید حرفشو عوض کنه، بنابراین رفتن دنبال همون اولیه اسماعیل باشه، این فرقه اسماعیلیه پدید اومد. بعد دعاش بلا فاصله مستجاب میشه، حتی اگر درباره یک سنگ نفرین کنه که من چرا یه بدبخت چه گناهی کرده که این باید نفرینش کنه، اگر درباره سنگ نفرین کنه، سنگ آنن دو تیکه میشه. خب بعدش اینجا جالبه، اگر این نفرین اینقدر موثره، چطور امام حسین شبر رو نفرین نکن؟ چرا نکن؟ و همونطور که گفتم عالم به سر و الخفیات، و تا پایان جهان، نیک بنگرید، تا پایان جهان رو میشناسه و میدونه و غیبگویی میکنه. یعنی یهو 2 میلیون سال دیگر رو میتونه بگه چه خبر بوده. و یادشون رفته که پیغمبر گفته پیشگویان دروغگویانه. این از گفته های خود محمده، پیشگویان دروغگویانه، برای که ایش از غیب نمیدونه، ولی آخونده اینا حالش نی، آخونده اینطور میگه. بینندگان ارجمند، میریم یک آگهی رو میبینیم، بعد یک نکته ای رو که برای من ایمیل شده بسیار هم جالبه براتون پخش میکنیم و دربارش سخن میگیم. میریم پیام رو میبینیم و باز میگردیم. گرامی، یک ایمیلی برای من رسیده بود که فرق بین پیشرفت کشورهای گیتی رو با وضع کنونی ایران سنجیده بود. من از مهندس سامان نصیری خواهش میکنم. بله، ببینید، این یک کیهان نورد از اون ایستگاه کیهانی که بسیار بسیار ایستگاه بزرگی است و به هم وصلش کردن در آسمان و به درازا و پهنای 2 برابر یک زمین فوتباله، این آقا اومده بیرون درست کنه. حالا پایین رو نگاه کنید، این داخل ایرانه، آیینی است به نام آیین عمامه گذاران
آخوندا تو سینی همینطور دارن از روبرو میان، هر چیزی چهار تا عمامه توشه. به دقت کنید به اون پارچه‌ای که زیرشه که همون کفیه فلسطینی هاست که پیچازی هست که حضرت رهبر و رئیس جمهورمون هم به گردن میندازه. این مالی. حالا میایم تصویر تصویر بعدی، میبینید داره اون فضانورد، اون کیهان نورد در 400 کیلومتری کره زمین اومده داره دستگاه رو، برخی از جاهاش رو بررسی و ترمیم میکنه. حالا یک کمی میایم بالاتر، اینجا عمامه ها رو دارن میارن از پله ها بالا، دارید ببینید که ببرن در اونجایی که آیین ها انجام میشه. اینجا دو نفر از کیهان نوردان آمدن بیرون، یکی پشتش به ماست، یکیش پهلوش به ما. این دو تن با همکاری یکدیگر دارن آنتن بزرگ این کیهان نو، ایستگاه کیهانی رو بررسی و تعمیر میکنن. بعد حالا بیایم بالاتر، اینجا عمامه ها رو گذاشتن زمین، باز اون کفیه یا چپه بهش میگن، چپه اگال، چپه ارگال هم میگن، ولی درستش کفیه اقاله، مال فلسطینی ها دیده میشه. عمامه ها هم همینطوری روز زمین گذاشته شده، منتظر العمامه ها هم همه اون گرداگرد نشستن. شما ببینید جهان کجا داره میره، اینا کجا میرن. اینجا اون بخش دیگری است از این کیهان نورد که دستگاه های آنتن های متحرکش رو دارن تنظیم میکنن، و در پایین عمامه دارایی که مفتخر به سردوشی شدن، یعنی کله دوشی باید گفت، سردوشی که نیست که، به کله شون یه چیزی گذاشتن، اینا دارن به یکدیگر شاد باش میگن. بعد میایم بالاتر، باز همون بخش دیگری از اون شاتل رو نشون میده، و باز کمی بالاتر میایم، اینجا اون یکی از همین مفخورها آخوندا داره عمامه رو میده به سر یه آدم دیگه ای که شروع کنه به مال مفخوردن مردم. این باز بخشش از اینکه کامپیوترها، ببخشید، این باتری‌های آفتابی سفینه رو دارن درست میکنن، تنظیم میکنن. اینجا یه نفر عمامه اومده و اون شیخک، نمیدونم کیه، داره میگه. این بغلی هم اون آقای اژه‌ایه که گوش خبرنگار رو گاز گرفت، دست چپ. بعد این بخش دیگری است از کارهای فنی که دارن در فضا انجام میدن، و باز پایینش میاد مهندس، و اینجا همون دارن باز اون کار رو انجام میدن. میریم بالاتر، حالا این تبریک داره میگه یکی از اینا به اون یکی که چیز شده، و این فضا نورد کارش تمام شده و داره میره به طرف هم. اینجا جالبه، شما نگاه کنید روی دستشویی ها، بله روی دستشویی ها نوشته ورود با پای چپ، یعنی این کار ما دونه، خروج با پای راست. من نمیدونم اگر ورود با پای چپه و ما پای راست رو بذاریم، آیا نمیتونیم اون کاری که باید بکنیم انجام بدیم که این آقا داره نشونی میده، و خروج هم حتما باید با پای راست باشه، وگرنه اون کاری که ما در اونجا کردیم قبول نیست، اصلا درستی، دوباره باید با پای چپ رفت و با پای راست اومد بیرون. این بدبختی ملت ایرانه، ملتی که سهروردی ها داشته، ابن سینا ها داشته، خیام ها داشته، فردوسی ها داشته، سعدی ها داشته، رازی ها داشته، حالا باید گیره یک مشت جلنبره بی فرهنگ زورگوی مفتخور بیفته، و جهانیان هم برای خودشون دارن قصه میگن. نزدیک به 8 سال 9 سال ما میبینیم هی میگن اگه این کار نکنه ایران، ما میایم حالا نمیدونم محاصره اقتصادی میکنیم، تحریم اقتصادی میکنیم، اگه حالا از این به بعد نکنه، اگه تا اول نوامبر نباشه، اگه تا آخر دسامبر نباشه، اگه آخه ملت ایران رو مسخره کردیم. شما یا واقعا از شیوه اندیشه ملت ایران آگاه نیستید، یا واقعا دارید کلا سر ملت میذارید، وگرنه یه مش
آخوند امامه به سر ناآگاه که شاید 5%، 4% بیشتر هوادار نداشته باشن، اونم مفخورهایی هستن که بودن اینها باعث میشه که یعنی بودن اونها باعث میشه که اونها لفت و لیز کنن. بقیه ملت ایران که به خون اینها تشنه، یه مادر داغدار که اصلا صداش نمیتونه در بیاد میاد جلو مثل شیر ماده میغره، دوباره ناسزا میگه به رژیم. آخه مگه شما سیاست مداران جهان اینا رو نمیبینید؟ مگه رایزنان آگاهی نسبت به همون منطقه ندارید؟ مگه از اونها نمیپرسید که آیا این وضع این کشور چی میشه؟ اون شارت و شورت میکنه؟ اگه اینطور بشه میزنه. هنوز رو میز ما این پرونده حمله نمیدونم نظامی هست، ولی اگه تا فلان روز جواب نیاد ما میدونیم چیکار کنیم. وقت درست سر اون فلان روز آخونده یه نامه مینویسه که بله ما پاسخ شما رو خواهیم دید تا دو ماه دیگه همین خیمه شب بازی اجرا میشه. نتیجه اینست که این ملت باهوش، این ملت با فرهنگ، این ملت تاریخدار که زمانی که تازیان آمدن به ایران تاختن، فقط تا 50 سال ایرانی ها فکر کردن که با زور و با اعتصاب و با بیرون راندن فرمان روایان عرب میتونن که اینا رو عقب بزنن. بعد دیدن نه، اینا خشنتر و بیرحمتر و ددمنشتر از اون هستن که میشه فکر کرد. که وقتی یه شهری شورش میکرد، مثلا استخر فارس یا سیستان یا شهر زرنگ در سیستان، اینا وقتی که نیرو میفرستادن و مردم رو تار و مار میکردن، مگه دستبردار بودن؟ اونقدر میکشتند که دیگه صدا از کسی در نیاد. ملت ایران دید نه، با اینا اونجور نمیشه مبارزه کرد، اومد روش رو عوض کرد، با فرهنگ، با قلم شروع کرد به مبارزه. شعوبیه پیدا شدن، اهل تساوی پیدا شدن که گفتن همه یکسانن. شعوبیه که پاره بارتر گذاشت که اصلا تازیان در خور سنجش با ایرانی ها نیستن. و انقدر این صاحبان قلم و اندیشه گفتند و گفتند تا زمانی که نیروی اینها رو گرفتند. مثل که در یکی دو هفته پیش گفتم، وقتی که تازیان اومدن سیستان رو گرفتن، خب اینا سوسمار میخوردن و مارمولک و اینا میگرفتن از اطراف شهر، به خصوص در کرانه کویر بود و کرانه های کویر هم مارمولک و اینها زیاده و اینا به یه سفره گسترده رسیده بودن و اینا مسخرهشون میکردن، حتی براش طنز ساخته بودن، مثل همین اینی که یکی دوتا خوندی. اون وقت فرمانده عرب عامر ابن عامر دستور داد، یعنی اعلامیه داد، حالا روشم نمیشد بگه شما سوسمار نخورین، که گفت چون مارمولک ها و سوسمارها، سوسمارهای کوچک البته، اینها حیوانات موذی رو مانند کژدم ها و روتیل ها و این چیزهایی که در بیابان هستن میخورند، اینا رو نکشین. روش نشد بگه نه، او نکش. وقتی به اینجا رسیدن که دیگه عرب حس کرد، تازیان اون زمان حس کردند که ملت ایران فهمیده شناختتشون، اون زمان مردان شمشیر اومدن جلو. اون زمان ابو مسلم ها پیدا شدن، مازیار ها پیدا شدن، المقنع ها پیدا شدن، استاد سیس ها، سندباد بحری ها، بابک ها و یعقوب ها. و وقتی که اینها رو راندند، اون وقت ایران موند، دوباره زبان پارسی دری پیدا شد، دوباره پارسی گویی شد، دوباره ایران سهمش رو جدا کرد، دیگه عرب نبود،
کشور مصر نیز کشور با فرهنگی بود، ولی اون زیرکی که ایرانی ها داشتن اونا نداشتن، به همین دلیل اونا عرب شدن. ایرانی ایرانی موند و اردنی و مصری و سودانی و الجزایری و نمیدونم مراکشی و تونسی نشد. اون وقت تنها این سود رو ایرانی نبرد، سود دیگه‌ای که برد این بود که همه کشورهای پشت سر ایران نسبت به عربستان مسلمان شدن ولی عرب نشدن. نقشه رو نگاه کنید، پاکستان مسلمانه، 350 میلیون مسلمان در هند میگن هست، بنگلادش مسلمانه، تایلند همینطور، مالزی همینطور، فیلیپین همینطور، سنگاپور همینطور. اینا بیشتر یا اکثریت چون مسلمانن یا نزدیک به نیمی از اونها مسلمانن. اینا هیچ کدوم عرب نشدن. چرا؟ چون یک سپر نیرومندی، یک سپر فرهنگی بسیار استواری در برابر تازیان قرار گرفت و اون ایران بود. نه تنها خودش تازی نشد بلکه اونها هم نذاشت بشن. یعنی اونها واقعا وامدار ما هستن. خب حالا این ملت افتاده گیر یک مشت گرگ که نه ایرانی هن، از اون کفی اقالی که میبندن معلومه، نه مهری دارن به گذشته، حالا به هر طریقی که از صدی میبندن که آرامشگاه کوروش رو زاغون کنن. این آرامشگاه یعقوب در شاهآباد نزدیک دزفوله که دارن میرن میبینن. این رو پژوهشگران مفصل نوشتن، اتفاقا بسیاری از اون برگه هایی که نشون میده آرامشگاه یعقوب اونجاست من به دست آوردم و در این کتاب یعقوب دارم مینویسم. این دیگر پژوهشگران همه بر این مورد دستینه نهادن که اونجا آرامشگاه یعقوبه. سازمان میراث فرهنگی هم، نگهبانی یا حفظ میراث فرهنگی هم پذیرفته که اونجا آرامشگاه یعقوب، یعنی دیگه حرف توش نیست. زمانی که شما دارید از دزفول میرید به طرف شوش یا از برعکس میاید، تابلو بزرگی زده شده که در این جایگاه یعقوب لیث به خاک سپرده شده و فلان کس و فلان کس و فلان کس هم در اونجا به خاک سپرده شدن. معمولا در اینجور بقعه ها و اینا یکی دو سه تن آدم های مهم رو هم به خاک میسپرن، همینطور که در کنار نادرشاه افشار کلنل محمد طی خان پسیاد هم خاک میسپرن، حالا آوردنش بیرون اون ساختمان آرامشگاه به خاک سپردن. شما کینه آخوند رو ببینید، این تابلو و این چیزی که کنار جاده زده شده با انگ و با یک رنگ مخصوصی درشت نوشتن شاه ابوالقاسم، یعنی اینجا آرامگاه شاه ابوالقاسمه. شاه ابوالقاسم یکی از این آخونده بوده، حالا درویش بوده که آخوند بوده، چه لقب شاه هم باشه شده. نمیخوان نام یعقوب باشه. حالا 1200 سال پیش یعقوب با تازیان جنگیده که اون تازیان اگر ما گهگاه می ستیزیم یا تک و تاختی می کنیم به تازیان، اون تازیان رو می گیم، وگرنه این کشورهای عربی کنونی که با ما کاری ندارن، ما باشون کاری نداریم. این دوتا رو فهم داریم. ولی ببینید این آخوند چقدر کینه داره که چون یعقوب 1200 سال پیش تازیان رو بیرون کرده، حاضر نیست اون آرامشگاه به نام یعقوب شناخته بشه. ما با این گرگا طرفی. به هر روی مثل اینکه زمان من هم رو به پایانه و یک دقیقه داریم به چهار دقیقه؟ بله. خب در این چهار دقیقه من یه پرسشی هم پاسخ بدم. میخواستم خطها رو باز کنم که دیگه زمان نرسید. از من پرسیدن که خیلی خلاصه و خیلی کوتاه درباره آزادی
سخن بگید. آخه این آزادی، آزادی که میگن چیه؟ چه چیز رو میگیم؟ هر بی‌بندوباری آزادیه؟ یا آزادی بی‌بندوباریه؟ یا اصلا تعریف آزادی چیه؟ میتونم یکی دو با در یکی دو جمله این رو بگم تا زمان بیشتری وقت دیگری اگر شد برسیمش. آزادی راستین، آزادی حقیقی اون نیست که هر کاری خواستیم بکنیم، بلکه آزادی راستی اون است که هر چی را که حق داریم بکنیم. خیلی فرقه با این که هر چیزی که میخوایم با هر چیزی که حق داریم بخوایم. چه چیزی میکنه حق ما رو؟ قانون. بنابراین اینجا سخن گاندی به یادم میفته که آزادی راستین آن نیست که هر چیزی که خواستیم انجام بدیم، بلکه هر چیزی رو که قانون به ما پروانه‌شو داده انجام بدیم. ولی یک نکته اون وقت باید در اینجا دقت کنید، قانون باید برای همه یکسان باشه. اصلا صفت قانون اینیست که استثناء توش نباشه، نه اینکه قانون برای آخونده نباشه، اگه میزنه یه درجه دار رو میکشه ولی پسر فلاحیانه آزادش کنن، یا اگه یه دامادی رو راننده آقای ثابتی میکشه چون راننده آقای ثابتی است درجه میشه آزادش کنن، و بعد یه آفتوب دزد بدبخت یا یه نفری که تو گوش یه نفر زده بره زندان دو سه سال بمونه. این نیست. قانون باید یکسان اجراش. تعریف دیگری از آزادی، شما تا اونجا آزاد هستید که به آزادی دیگران تجاوز نکنید. یعنی باز همون قانون، همون قانون. وقتی قانون میگه حرکت از دست چپ خیابان قدغنه، نمیتونید بگید آقا آزادی منش رو سلب کردید، من میخوام میانه خیابان برم اونور آزادم. نه، اون وقت به آزادی اون روبرویی تجاوز میکنید. و نکته مهم، اگر به ملتی آزادی داده نشه مطمئنن فساد بالا بیاد، و همین وضعی که الان در ایران میبینی، رشوه ها میگیرن، دزدی ها میکنن، آدم ها میکشن، به آزادی دیگران تجاوز میکنن، به حریم خانه دیگران حمله میکنن، زندانی رو میکشن، جوان ها رو میکشن، جنازه ها رو میسوزونن. اینا برای نیست که آزادی نیست، فساد اومده. آزادی واژه بسیار برجاوندیه، ولی هر کسی تا اونجا میتونه آزاد باشه که به آزادی دیگران آسیبی نرسونه. با سپاس از دوست بسیار ارجمندم مهندس سامان نصیری در اتاق فرمان، با سپاس از شما بینندگانی که زمانی از وقت گرانبهای خودتون رو به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.